دوستان عزیز سلام الهی هر جا که هستید سلامت و تندرست باشین اگر که دوست دارین این رومیزی های زیبا رو داشته باشین با من همراه باشین تا در انتها با یک آموزش خاص و زیبا بتونیم این رومیزی های زیبا رو ببافیم شما میتونید در سایزهای مختلف این بافت رو انجام بدیم به عنوان رومیزی، شال مبل کوسن یا در سازهای کوچکتر به عنوان زیرباشقابی ازش استفاده کنید. بافتی بسیار زیبا و راحت داره. با هر کاموایی هم شما میتونید این بافت رو انجام بدید. من با کاموای رونیکا این کار رو انجام دادم و قلاب شماره دو و نیم. شما میتونید با کامواهای آلیز دیوا یا هر کاموای دیگه ای که توی خونه دارید میتونید این بافت رو انجامش بدید. بافتش هم بسیار ساده هست دوستان مبتدی هم میتونن با ما همراه باشن و این بافت رو انجامش بدن ممنون میشم اگر که ویدیو رو لایک کنید برای دوستانتون شیر کنید که دوستان بیشتری میتونن از آموزش ها استفاده کنن همچنین میتونید دکمه زنگوله رو فعال کنید و منتظر بافت خاص و زیبا باشید بریم سراغ آموزش خب من گفتم با کاموا ایرونیکا بافتم و قلاب شماره دو از دو رنگ استفاده کردم شما هر رنگی که دوست دارین میتونید این بافت رو انجامش بدین با هر رنگی این بافت زیباست برای شروع کار ما یک حلقه جادویی خب میزنیم نخو به این شکل حلقه میکنم دور انگشت و از پایین این نخی که روی انگشت هست نخ امتداد دا رو میگیرم و از درون حلقه میکشم بیرون درون این حلقه ابتدا من سه تا زنجیره میزنم این سه زنجیره ابتدای کار یک پای بلند حساب میشه ما باید درون این حلقه دوازده تا پای بلند داشته باشیم که پای اولمون به شکل سه زنجیره هست و یازده پایه دیگه کنار این سه زنجیره ابتدای کار میزنیم که در انتها ما دوازده تا پایه بلند درون حلقه داشته باشیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده و دوازده دوازده تا پای بلند درون حلقه زدم این نخو میکشن که حلقه ما بسته بشه روی سومین زنجیره از پایه اول قلاب و فرو می کنم نخو می گیرم و از درون حلقه که روی قلاب دارم هم ردش می کنم به این شکل من بست می زنم و بافت من تکمیل میشه. برای شروع رج بعدی سه زنجیره می زنم دو سه و کنار این سه زنجیره ابتدای کار من یک پایه بلند دیگه می زنم. که ابتدای کار ما دو پایه بلند داشته باشیم روی سر پایه های بعدی هر کدوم دو پایه بلند میزنیم یعنی توی این رج تعداد پای بلند های ما دو برابر میشه توی رج اول ما دوازده تا پای بلند داشتیم توی این رج باید تعداد پای بلند های ما برسه به 24 تا پایه بلند رج دومم تا انتخاب بافتم به انتهای رج که رسیدم باز روی سر سومین زنجیره از پایه اول بست میزنم باز کارمو با سه زنجیره شروع میکنم کنار همین سه زنجیره ابتدای کار یک پایه میزنم که ابتدای کار ما دو پایه بلند داشته باشیم پایه بعدی رو به صورت تکی میبافیم باز پایه بعدی به صورت پایه جفتی یعنی یک در میون توی این رج به تعداد پایه های ما اضاف میشه یک پایه رو به صورت تکی می بافیم پایه بعدی رو به صورت جفتی حالت گرد بافیه که من بارها توی بافتا گفتم ولی چون گفتم دوستان مبتدی شاید با ما همراه باشن بازم این بافت رو توضیح بدم یک پایه رو به صورت جفتی یک پایه رو به صورت تکی تا انتهای رج تا انتهای رج بافتم باز روی سر پایه ابتدایی بست میزنم توی رج بعد باز ابتدا سه زنجیره میزنم کنار این سه زنجیره یک پایه بلند دیگه الان توی این رج ما باید دو پایه رو به صورت تکی ببافیم یک و دو و پایه بعدی رو به صورت پایه, پایه جفتی باز دو تا پایه رو به صورت تکی می بافیم. یعنی توی هر رش توی گرد بافی به تعداد پایه های تکی ما که بین این پایه جفتی ها قرار می گیره، اضاف میشه توی رج قبل ما یک در میون به تعداد پایه هامون اضاف کردیم توی این رج دو پایه رو به صورت تکی میبافیم و پایه بعدی رو به صورت جفتی به این شکل و توی رج های بعد به همین صورت به تعداد پایه های تکیه ما که بین این دو پایه جفتی قرار داره افزوده میشه مثلا توی رج بعد ما باید سه پایه رو به صورت تکی ببافیم یک پایه رو به صورت جفتی و توی ردیف بعدیش باز چهار پایه رو به صورت تکی میبافیم و یک پایه رو به صورت جفتی در انتها این تعداد پایه های جفتی ما روی سر همدیگی قرار میگیره شما به اون اندازه ای که دوست دارین این گردبافی شما بزرگ باشه باید این بافت و انجامش بدین به این شکل این گرد بافی رو به این شیوه ای که من گفتم شما به اون اندازه ای که دوست دارین بافت شما بزرگ یا کوچیک باشه این گردبافی رو انجامش میدیم تا این که برسیم به این مدل خب دوستان من گردبافی رو انجام دادم در اون حدی که میخواستم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو من نه رج این گرد بافی رو انجامش دادم اگر توجه کنید یه خطایی افتاده رو بافت این خط ها همون قسمتیه که ما به تعداد پایه هامون اضاف میکنیم یعنی این قسمت پای جفتی های ما قرار داره گفتن که پای جفتی های ما تا انتها روی سر همدیگه قرار میگیره شما به اون اندازه ای که دوست دارید این بافت شما بزرگ یا کوچیک باشه این گرد بافی رو انجام میدید به انتهای رج که رسیدیم من این قسمت نخوکات کردم و از این به بعد باید با رنگ دیگه برای انداختن اون پیچ ها بافت و شروع کنیم برای اینکه این قسمت تعداد پایه های ما و این گندومی ها ترتیبش به هم نخوره من یک روش رو به شما میگن که بافتی تمیز و مرتب داشته باشید بعد از اینکه پایه آخر رو زدید این نخو از درون این دو تا حلقه میکشیم بیرون به این روش و این نخو سوزن میکنید خب من این نخو سوزن کردم و این سپایه ابتدای کار ما از سه زنجیره تشکیل شده ما به این سه زنجیره کاری نداریم یعنی این گندمی اول رو رد کنیم از این گندمی دوم نخو از پشت نخی که سوزن کردیم سوزن رو از پشت این دوتا نخ میاریم به طرف خودمون و از این قسمت نخو میکشیم بیرون به این شکل الان برمیگردیم به این پایه ابتدایی این پایه ابتدایی سوزن رو از وسط این گندمی میبریم یعنی یک نخ از این گندمی رو میگیریم و این پایه این نخ پایینی یا کنید من دو تا نخ دارم یک نخ از گندمی بالا و یک نخ از پایین رو میگیرم و باز نخ رو از این قسمت میکشم بیرون دوستان یک گندمی جدید زده شد این ترتیب گندمی و ترتیب بافت ما یک ترتیب قشنگ و خاص به خودش میگیره باعث میشه که استعداد پایه های ما کم نشه الان این نخه که داریم از پایین این گندمی میبریم پشت و پشت بافتمون لابلای این پایه ها بست میزنیم اضافه های نخم کات میکنیم بافتی تمیز و زیبا تعداد پایه های ما ترتیبش به هم نمیخوره خب از این به بعد ما باید با رنگ بعدی برای انداختن پیچ استفاده کنیم و بافت ما کلا از این گندمی بالای بافت میبینید از این نخ پشتیه ما بافتمون همش از روی این نخ پشتی بافت و انجامش میدیم توی این رج من هر هفت پایه ای که بافتم ببینید دوستان اگر این پایه جفتی ما باشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت من هر هفت پایه ای روی که بافتم یک پایه جفتی زدم توی این رج ما باید پایه کوتاه بافتمون رو شروع کنیم گفتم از روی نخ پشتی بافته میشه اما این ترتیب پایه اضاف کردن ها به همون ترتیب ادامه میدیم یعنی باید هر هشت پایه ای که الان من به صورت تکی بافتم روی سر پایه هشتم یک پایه ببخشین هر هشت پایه ای رو به صورت تکی بافتم روی پایه نهم یک پایه جفتی بزنم یعنی این تعداد پایه تکی های ما توی این رج هم به تعدادشون اضاف میشه و بعد از اون یک پایه به تعداد پایه های ما افزوده میشه گفتن که من باید نخو از این حلقه پشتی من شروع کنم هر قسمتی شما خاصی میتونید نخو بس بزنید و از اون قسمت بافت شروع کنید دیگه این مشکل نداره که شما بخواین از کدوم قسمت بافتو شروع کنید خب من رنگ بعدی رو الان شروع میکنم به بافت پای کوتاه روی این قسمت گفتم هر قسمتی که شما خواستین بافتو شروع کنید از اون قسمت میتونید هیچ اشکالی نداره من نخو به این شکلی که میبینید میندازم روی قلاب و از این پایه از نخ پشتی یک پایه کوتاه میزنم باز پایه بعدی یک پایه کوتاه گفتم هر هشت پایه‌ای که ما به صورت تکی بافتیم بعد از اون یک پایه جفتی میزنیم سه چهار پنج شیش هفت هشت و الان روی پایه نهم دو پایه کوتاه میزنم یک و توی همین خونه باز یک پایه دیگه خب بافت ما روی این نخ پشتی از گندمی ما بافت رو انجامش دادیم ببینید روی بافت ما یک خط میفته یعنی یک قسمت یک نخ از این گندمی میمونه برای ما روی گندمی بعدی ما بافتمون رو انجام دادیم باز هشت پایه رو به صورت تکی پایه کوتاه میبافم یک دو 7 4 5 6 7 8 و روی پایه 9 دو تا پایه کوتاه می‌زنم تا انتهای ردیف به این شکل بافت ما تکرار میشه خب من این رجم تا انتها بافتم هر هشت پایه ای که به صورت تکی بافتم روی پایه نهم یک پایه جفتی زدم تا اینکه رسیدم به انتهای رج پایه هامونم روی این گندمی از نخ پشتی از این گندمی بافتیم که یک نخ به طرف ما به صورت یک خط برای ما مشخص میشه باز این قسمت ما نخو کات میکنیم از این قسمت نخو کات میکنم نخو از درون این دو تا حلقه میکشم بیرون و باز اینجا باید نخو سوزن کنم باز از این گندمی اول نه این گندمی اول رو رد میکنیم از روی سر گندمی دوم این نخ... نخی که ما ابتدای کار زدیم رو از این قسمت میکشیم بیرون به خوشت باف الان این گندمی اول رو می کنیم روی گندمی دوم سوزن رو از توی دوتا گندمی ردش میکنیم میکشیم بیرون و از توی پایه اول این نخ از گندمی که به طرف ما هست و این نخ پایینی سوزن رو از درون این دوتا نخ هم ردش میکنیم یک گندمی جدید برای ما زده میشه و از پایین این, این پایه نخو میبریم پشت توی این قسمت دو تا کوک میزنیم که بافته ما محکم میشه و اضافه های نخم کات میکنیم به این شکل خب برای این رج ما باز باید با نخ رنگ سفید کارمون رو شروع کنیم یک رج با رنگ زرد میبافیم یک رج با رنگ سفید بافتمون رو از روی سری یکی از این پایه ها شروع می کنیم ابتدای رش ما باید یک پایه بلند بزنیم نخو دوبار میپیچم پیچم دور قلا به این شکل برای زدن پایه بلند ابتدای رش ما به این صورت عمل می کنیم که بافت ما با سه تا زنجیره شروع نشه و بافت تمیزی داشته باشیم خب پایه اول ما باید از روی این نخی که از رج قبل برای ما مونده ببینید از این قسمت ما یک پایه بلند روی این نخ میزنیم قلاب و از پایین نخ میاریم این نخو میگیریم و روی این قسمت یک پایه بلند میزنیم به این شکل این پایه‌ای که پایه کوتاهی که ما از پایینش این پایه بلند و بافتیم و دیگه بافتی روش انجام نمیدیم میریم روی پایه بعدی روی پایه بعدی از این گندمی نخ پشتی پایه کوتاه میزنیم یک دو سه چهار و پنج پنج پایه یک کوتا بافتیم از روی نخ پشتی این گندمی باز یه خط برای ما میافته پایه بعدی رو نخ میندازیم پشت قلاب و این پایه رو از نخ پایینی نخو میگیریم و یک پایه بلند توی این قسمت میزنیم به این شکل یک پایه بلند پنج تا پایه کوتاه و باز یک پایه بلند از این نخه پایینی الان ما هفت پایه داریم گفتم هر پیچ ما از هفت پایه تشکیل شده که دو پایه رو به صورت پایه بلند بافتیم و پایه های وسط که پنج تا پایه هست به صورت پایه کوتاه باز پنج تا پایه این پایه ای که ما نخو از پای بلند روی نخ پایینی انجام دادیم روی این پایه هیچ بافتی انجام نمیشه میریم از روی پایه بعدی شروع میکنیم به زدن پایه گودا یک دو سه چهار پنج پایه بعدی به صورت پایه بلند و از روی نخ پایینی به این شکل باز این پایه رو رها کنیم از روی سر پایه بعدی باز پنج تا پایه به صورت پایه کوتاه از این نخ پشتی میگیریم دو سه چهار و پنج نخو میندازیم پشت قلاب و این پایه رو این نخ پایینیشو رو میگیریم و یک پایه بلند میزنیم تا انتها بافت ما به این شکل تکرار میشه خب دوستان من این رجم تا انتها بافتم و الان توی این قسمت من پنج تا پایه دارم که این پنج تا پایه باید به صورت پایه کوتاه بافته بشه تا برسیم به این پایه بلندی که ابتدای رد زدیم یک دو سه چهار پنج اگر شما دیدین یک پایه یا دو پایه اضافی داری میتونید لابلای بافت این یک پایه یا دو پایه رو رها کنید که بافت شما توی این قسمت یک بافت تمیز از تر بیاد که هر قسمت هاش اندازه هم باشه خب من پایه آخر رو که بافتم باز این قسمت باید نخوکات کنم و به روشی که قبل به شما گفتم این قسمت رو باز بست بزنم یه بار دیگه برای شما توضیح میدم این نخو من سوزن میکنم خب من این نخو سوزن کردم ابتدا این نخو میکشم از اینجا بیرون میکشم به پشت بافتم و این گندومی ابتدایی رو رها میکنم و از روی سر گندومی دوم سوزن رو به این شکلی که میبینید ردش میکنم و از روی پایه اول وسط این گندمی این نخه که به طرف خودم هست میگیرم و این نخه پایینیش و از این قسمت هم نخ ردش میکنم که یک گندمی برای من بالای بافتم شکل میگیره به این شکل و الان این نخو از پایین این پایه میبرم پشت این قسمت را به بافتم مخفیش می کنم. اضافه های نخ... نخ, هم توی این قسمت کات می کنم. برای شروع رج بعدی باز ما باید با رنگ زرد کاریمون رو ادامه بدیم. الان ما این پایه بلند رج قبل و یک پایه قبلش این پایه بلند ما هست یک پایه قبلش باید از روی این نخ پایینی توی این قسمت یک پایه بلند بزنیم گفتم نخو برای زدن پایه بلند دوبار میپیچم دور قلا به این شکل و از کنار این پایه بلند رج قبل پایه قبلیش از این نخ پایین نخ میگیرم و توی این قسمت من یک پایه بلند میزنم به این شکل این نخ هم میکشم به پشت بافتم روی سر این پایه بلند از این نخ پشتی یک پایه کوتاه میزنم باز نخو میندازم پشت قلاب این پایه بعدی از روی نخ پایین نخو میگیرم و یک پایه بلند می زنم. پایه بعدی این پایه ای که ما از پایین نخ گرفتیم و پایه بلند بافتیم رو روی سر این پایه, پایه هیچ بافتی انجام نمیدیم. روی سر پایه بعدی یک پایه کوتاه دو سه سه پایه کوتاه میزنیم روی این پایه سوم یک پایه باز به تعداد پایه های ما اضاف میشه دوباره نخو میندازم پشت قلاب این پایه قبل از این پایه کوتاه قبل از این پایه پایه بلند ما از روی نخ پایینی یک پایه بلند میزنم روی سر این پایه بلند از نخ پشتی پایه کوتاه میزنم باز نخ و میندازم پشت قلاب و این پایه بعدیش هم از روی این نخ پایینی باز یک پایه بلند میزنم یعنی قبل و بعد این پایه بلند رج قبل ما پایه بلند میزنیم روی سر پای پایه کوتاه میزنیم پای بعدی رو به صورت پای کوتاه پایه بعدی هم پای کوتاه و این پایه سوم هم پای کوتاه ولی به صورت جفتی یعنی یک پای کوتاه دیگه کنارش میزنیم باز رسیدیم به این پایه قبل از این پایه بلند از نخ پایینی یک پایه بلند میزنیم روی سر این پایه از نخ پشتی پایه کوتاه و باز این پایه رو از روی نخ پایینی پایه بلند میزنیم و پایه های بعدی رو به صورت پایه کوتاه دو و روی سر پایه سوم دو پایه کوتاه میزنیم و تا انتها بافت ما به این روش و شکلی که میبینید تکرار میشه پایه بعدی پایه کوتاه باز کنار این پایه بلند و روی سر پایه بعدی از نخ پایین پایه بلند میزنیم پایه های بعدی رو پایه کوتاه یک دو سه پایه سوم رو ما به صورت جفتی میبافیم به این شکل تا انتهای رد بافت ما به این شکل تکرار میشه خب من این رجم تا انتها بافتم اگر توجه کنید توی هر قسمت ما یک مستطیل داریم تا انتهای رج باز این قسمت نخو کات میکنم نخو سوزن میکنم و به روشی که برای شما توضیح دادم این قسمت رو بست میزنم خب من بست دادم برای شروع رج بعد ما باید از این قسمت بافت رو شروع کنیم یعنی این پای کوتاه رج قبل که بین این دو تا پایه بلند قرار داره ما باید بافته و از این قسمت شروع کنیم. باید یک پایه بلند روی این پایه کوتاه بزنیم اما از روی این نخ پایینی با این رنگ سفید ما این قسمت یک پایه بلند میزنیم نخو دوبار میندازم پشت قلا برای زدن پایه بلند از پایین این پای کوتاه روی سر این پای بلند رنگ سفید و این نخی که از گندمی من مونده نخو میگیرم و این قسمت یک پای بلند میزنم به این شکل روی سر این پای بلند بعدی یک پای کوتاه میزنم باز از این نخ پشتی بافت ما همش از این نخ پشتی دوستان این نخو میکشم به پشت اینجا یک پای کوتاه میزنم و باز روی این پای کوتاه بعدی از نخ پایین این قسمت این نخو میگیرم و یک پای بلند میزنم پایه هایی که ما بافت و از روی نخ پایینی از رج قبل ما انجام میدیم دیگه خود پایه بافته نمیشه اینو دوستان توجه کنید خب این پایه رها میشه و از روی پایه بعدی ما پایه کوتاه میزنیم یک دو سه و این هم این پایه بلند هم میشه پایه چهارم که ما باید پایه کوتاه بزنیم اما یک پایه کوتاه اینجا به تعداد پایه هامون اضافه میشه یعنی ما بعد از اینکه این پایه بلند رو زدیم الان پنج تا پایه کوتاه داریم باز رسیدیم به این قسمت بافت نخو میندازم پشت قلاب و از این نخ پایینی قلاب فرو میکنم و روی این قسمت یک پایه بلند میزنم و پایه بعدی پایه کوتاه باز این پایه بعدی رو از نخ پایین من یک پایه بلند میزنم و پایه های بعدی رو شروع می کنم به زدن پایه کوتاه یک دو سه چهار و یک پایه کنار این پایه چهارم میزنیم که پنج تا پایه کوتاه داشته باشیم باز بافتمون از اول تکرار میشه از روی این پایه پایینی این نخ پایین یک پایه بلند میزنم روی سر پایه باز پایه بلند پایه بعدی ببخشید این پایه رو من به صورت پایه کوتاه بافتم گفتم پایه بلند پایه بعدی پایه بلند از نخ پایینی و پایه های بعدی به صورت پایه کوتاه یک دو سه چهار و یک پایه کنار پایه چهار تا انتهای رج بافت ما به این شکل تکرار میشه خب این رجم تا انتها بافتم انتهای رج این پایه بلند و از نخ پایین که باختم پایه های بعدی رو یک دو سه چهار و کنار این پایه چهارم باز یک پایه کوتاه میزنم که پایه کوتاه ما پنج تا باشه باز این قسمت نخو کات میکنم نخ می کنم و به اون رویشی که گفتم ما این قسمت بست می زنیم و رج بعدی رو شروع می کنیم خب رج بعدی رو ما باید از این قسمت شروع کنیم این پای کوتاهی که بین این دو تا پایه بلند قرار داره از این قسمت ما بافت و شروع می کنیم با رنگ بعدی رنگ زرد دوبار نخو می پیچم دوره قلاب. از این قسمت ما بافتو شروع میکنیم. این پایه کوتاه هست. از روی این نخ پایینی ما این قسمت باید یک پایه بلند بزنیم. این شکل بار دوبار میپیچم دور قلاب و از این قسمت یک پای بلند گفتم میزنیم به این شکل این پای بلند بعدی رو ببینید دوستان این پایه بلند بعدی رو روی سرش روی نخه پشتی یک پایه کوتاه میزنم و روی سر پایه بعدی از نخ پایین یک پایه بلند میزنم پایه های بعدی به صورت پایه کوتاه بافته میشه یک دو سه چهار و پنج باز رسیدیم به این پای کوتاهی که بین این دو تا پایه بلند قرار داره نخو میندازیم پشت قلاب و از این نخ پایینی نخو میگیریم و این قسمت یک پای بلند میزنیم روی سر این پای بلند از این نخ پشتی یک پای کوتاه میزنیم باز نخو میندازیم و پایه بعدی باز از نخ پایین یک پایه بلند میزنیم پنج تا پایه بعدی رو به صورت پای کوتاه می بافیم. یک دو سه چهار و پنج یعنی باز داره کار ما تکرار میشه باز نخو میندازیم از این این پای کوتاه پای کوتاه رو نمی بافیم پایین این نخه رنگ زرد که از رج قبل مونده رو می گیریم و یک پایه بلند می زنیم یه سر پایه بعدی پای کوتاه باز نخ میندازیم این پایه بعدی از نخ پایین یک پایه بلند می زنیم و باز پنج تا پایه بعدی رو به صورت پای کوتاه می بافیم دو سه چهار و پنج باز نخو میندازیم و این کار رو تکرار میکنیم این پایه رو به صورت پایه بلند میبافم پایه بعدی به صورت پایه کوتاه باز این پایه بعدی بعد از پایه بلند رو از نخ پایین پایه بلند میزنم و پنج تا پایه ی بعدی رو به صورت پایه کوتاه دو سه چهار و پنج و دوباره کار رو تکرار میکنیم به این شکل ببینید دوستان الان داره طرح ما شکل میگیره تا انتها بافت ما به این شکل تکرار میشه تا اینکه برسیم به انتهای رج باز انتهای رج به این شیوهی که گفتم این قسمت بست میزنیم و رج بعدی رو شروع می کنیم. خب عزیزان من این رجم تا انتها بافتم به انتهای رج که رسیدم به اون روشی که براتون توضیح داده بودم بحث دادم و این رج رو الان می خواهیم شروع کنیم الان روی بافت ما ببینید یک حالت مانند یه حالت یا یک حالت چکمه مانندی داریم توی این رج ما باید بافتمون رو از این قسمت شروع کنیم از این قسمت بافت ما شروع میشه. با رنگ سفید آخرین رج از بافته پیچ ما هست نخ و دوبار میندازم روی قلاب و از این قسمت من باید روی این نخ پایینی یک پایه بلند بزنم دوبار نخو ابتدا میندازم پشت قلاب به این روش و از این قسمت این نخ پایین رو میگیرم و یک پایه بلند میزنم به این شکل روی سر پایه بعدی پایه کوتاه میزنم یک پایه بعدی هم پایه کوتاه دو سه چهار پنج شیش و هفت خب من بافتو از این قسمت شروع کردم یک پایه بلند زدم و هفت پایه بعدی رو به صورت پایه کوتاه بافتم از نخ پشتی گندمی اینو توجه کنید دوستان الان باز رسیدم به این قسمت المانن باز این قسمت من باید یک پایه بلند بزنم نخو میندازم پشت قلاب و از این پایه پایینی روی این نخ نخو میگیرم و این قسمت یک پایه بلند میزنم باز هفت پایه بعدی رو به صورت پایه کوتاه میبافم یک دو سه چهار پنج شیش و هفت باز رسیدم به این ال بعدی توی این قسمت باز از این نخ پایین یک پایه بلند دیگه میزنم دوباره هفت پایه بعدی رو به صورت پایه گوداه می بافم 3 4 5 6 و 7 و تا انتها این بافت ما به این روش تکرار میشه به این قسمت ال رسیدم اینجا یک پایه بلند از روی این نخه پایینی میگیرم و میبافم هفت بعدی رو به صورت پای گوتا تا اینکه برسم به این ال بعدی تا انتها بافت ما به این شکل تکرار میشه خب ببینید دوستان من آخرین رج از این پیچم بافتم پیچای ما کاملا مشخص هست بافت بسیار زیبا و تمیز و شیک ما الان باید سرج سر با پای کوتاه ببافیم و بعد از اون میرسیم به اون قسمتی که ما باید حاشیه بافت بزنیم این من سرج سر با پای کوتاه بافتم بعد از اون رسیدیم به این قسمت حاشیه بافتم انتهای رج که رسیدیم روی سر پایه ابتدایی من باید بست بزنم این گندمی ابتدایی رو رها کنیم روی سر گندمی بعدی از این نخ پشتی ما این قسمت بست میزنیم یک پایه کوتاه دیگه توی همین قسمت میزنیم و پایه های بعدی هم به همین صورت از روی این نخ پشتی از گندمی شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه یک، دو، سه و این پایه چهارم. این پایه چهارم میفته وسط این پیچ ما. ببینید دوستان. وسط این پیچ برای اینکه بافت ما جمع نشه اینجا یک پایه به تعداد پایه هام اضاف می کنم. یک پایه کوتاه دیگه کنار پایه کوتاه قبلی می زنم. باز روی سر هر کدوم از این پایه ها پایه کوتاه می زنم. این پیچ بعدی رو رها می کنم و باز روی سر پیچ بعدی به وسط این این پایه ها باز یک پایه به تعداد پایه ها اضاف میشه باز این پیچ بعدی رو رد میکنم و این پیچ بعدی باز به وسط این قسمت که رسیدم باز یک پایه به تعداد پایه های من اضاف میشه بافتم از این نخ پشتی از گندمی بافته میشه روی سر هر کدوم از پایه ها پایه کوتاه میزنم گفتم یک پیچ رو رها می کنیم. بعد از پیچ دوم وسط بافت که رسیدیم یک پایه به تعداد پایه های ما اضاف میشه برای اینکه بافت ما جمع نشه و اون حالت صافی خودش رو داشته باشه خب این پایه یه وسط که رسیدم باز توی این پیچ یک پایه به تعداد پایه هام اضاف میشه و این بافت تا انتها می بافیم و دو رج دیگه هم پای کوتاه به این روش بافته میشه توی رج های دیگه ما هیچ به پایه ای اضاف نمی کنیم فقط توی همین رج بود که ما به تعداد پایه ها اضاف کردیم دو رج دیگه شما با پای کوتاه ببافید از روی نخ دوم از این گندمی تا اینکه برسیم به اون قسمتی که ما باید حاشیه بافتو انجامش بدیم خب عزیزان من دو رج از این پای کوتاه رو بافتم به این شکل و الان رسیدیم برای اون تقسیم بندی که باید برای زدن این حلقه ها رو بزنیم من فاصله بین هر حلقه رو 6 تا پای کوتاه زدم و بعد از اون 6 تا پای کوتاه رو رها کردم و دوباره 6 تا پای کوتاه دیگه زدم یعنی تقسیم بندی من 6 تا 6 تا بر اساس اون تعداد پایه‌ای که من دارم شما بر اساس اون تعداد پایه‌ای که دارین شما باید این قسمت رو این تقسیم بندی انجامش بدید به انتهای رج رسیدم روی سر پایه ابتدایی بست میزنم و شیش پایه بعدی رو به صورت پایه کوتاه می بافم. یک دو بافت ما هم همش از این نخ پشتی هست سه چهار پنج و شیش شیش تا پایه کوتاه زنم هفت تا الان زنجیره میزنم دو سه چهار پنج شیش و هفت یک دو سه چهار پنج شیش تا پایه رو از پایین رها می کنم. روی پایه هفتم یک پایه کوتاه می زنم و باز شیشتا تا پایه کوتاه دیگه می بافن. دو سه چهار پنج و شیش دوباره هفت زنجیره سه چهار پنج شیش هفت یک دو سه چهار پنج شیش و روی پایه هفتم باز یک پایه کوتاه. به این شکل ما این حلقه ها رو دور تا دور بافتمون میزنیم. یه نکته اینجا که هست این پایه هایی که وسط ما پایه کوتاه میزنیم باید یک عدد زوج باشه. اینو توجه کنید. خب شما تا دور تا دور این بافتتون بر اساس تعداد دونه ای که دارین این تقسیم بندی رو انجام بدین و این حلقه ها رو بزنید خب من این حلقه ها رو دور تا دور بافتم انجامش دادم ببینید دوستان دور تا دور بافتم و از این حلقه ها زدم به اون تعدادی که میشد من این حلقه ها رو زدم به انتهای رج رسیدم الان این شش تا پای بلندم رو زدم هفت زنجیره میزنم یک دو سه چهار پنج شیش و هفت یک دو سه چهار پنج شیش شیش تا پایه رو که برای من مونده رها میکنم و الان میرسم به این شیش پایه بین این حلقه ها ما باید توی هر رج از تعداد این پایه کوتاه که بین حلقه ها زده میشه کم کنید یک پایه از ابتدا و یک پایه از انتها من بستم و باید روی پایه ابتدایی بزنم اما این پایه ابتدایی رو رها میکنم کنم و روی سر این پایه دوم میام بستم میزنم که یک پایه از ابتدای بافتم کم بشه یک پایه کوتاه میزنم دو سه چهار چهار تا پایه از این شیش تا پایه کوتاهی که توی رج قبل بافته بودم بافتم و الان رسیدم به این حلقه توی این حلقه من نه تا پایه بلند میزنم اگر شما خواستین که تعداد پایه های بیشتری بزنید تعداد پایه هاتون رو بیشتر کنید اما تعداد این پایه های شما باید یک عدد فرد باشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت و نو درون این حلقه نه تا پای بلند زدم و الان میرسم به این شیش زنجیره ای که بین حلقه ها زده بودم گفتم یک پای کوتاه از ابتدای بافتمون رها میشه نمی بافیم و روی سر پایه بعدی شروع می کنیم به زدن پایه کوتاه یک دو سه چهار و یک پایه هم از انتهاش رها میشه و باز می رسیم به این حلقه درون این حلقه باز نه تا پایه بلند می زنم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت و نه باز نه تا پای بلند زدم رسیدم به این شش تا پای کوتاه بین حلقه ها یک پایه از ابتدا رها میشه یک پایه رها میشه و روی سر پایه بعدی پایه کوتاه میزنم یک دو سه چهار یعنی از شش تا پایه کوتاه رج قبل من چهار تاشو میبافم یک پایه از ابتدا یک پایه از انتها کم میشه و باز درون این حلقه شروع میکنم به زدن پایه بلند باز نه تا پایه بلند درون این حلقه میزنم گفتن که اگر شما خواستین که این حلقه شما بزرگتر باشه و تعداد پای بلندایی که درون حلقه میزنید بیشتر باشه میتونید این کار رو انجام بدین اما تعداد این پای بلندای شما باید یک عدد فرد باشه خب تا انتهای رجمون این حلقه ها رو به این روشی که گفتم میبافین تا باز برسیم به انتهای رج و شروع رج بعدی خب من حلقه ها رو تا انتها به این شکلی که میبینید بافتم چهار تا پایه از این شیش تا پایه رو بافتم و درون حلقه رو با, پا... با, نه تا پایه بلند پر کردم باز رسیدم به انتهای رج توی این رج باز از تعداد این پایه کوتاه های رج قبلمون باید یکی از ابتدا و یکی از انتها کم بشه به انتهای رج که رسیدیم ما برای زدن بست این پایه اول رو رها می کنیم یک پایه یعنی از ابتدا رها می کنیم و روی سر پایه دوم من اینجا یک پایه کوتاه میزنم که هم پایه کوتاه من زده میشه و همین که ابتدا و انتهای بافتم به هم بست میخوره پایه بعدی هم به صورت پایه کوتاه می بافم یعنی دو تا پایه از این چهار تا پایه رج قبل الان بافته شد الان می رسیم به این پایه هایی که توی این حلقه زده بودیم نخو می پشت قلاب و این پایه ها رو به صورت پایه برجسته از زیر می بافم. یک پایه بلند برجسته از زیر یک زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و باز پایه بعدی رو خود پایه از پشت میگیرم و یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم باز یک زنجیره نخو میندازم پشت قلاب پایه بعدی باز به صورت پایه از زیر میبافم روی سر این نه پایه بلندی که توی رجه قبل توی این حلقه زده بودم روی سر هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر می وفهم. یک زنجیره و باز پایه بعدی یک زنجیره پایه بعدی یک زنجیره و پایه بعدی این نه پایه رو به صورت پایه بلنده برجسته از زیر می بافیم. به این شکل. پایه یه نه نهم که بافتیم. الان این پایه کوتاه رج قبل ما چهار تا پایه کوتاه داشتیم. یک پایه از ابتداش رها میشه روی سر پایه بعدی یک پایه کوتاه میزنم. باز پایه بعدی هم به صورت پایه کوتاه می بافن. یک پایه انتهای رها میشه و باز میرسیم به این پایه های درون حلقه این پایه های درون حلقه هم به همین روش به صورت پایه بلند برجسته از زیر بافته میشه یک زنجیره و باز پایه بعدی یک زنجیره و باز پایه بعدی پایه بعدی پایه بعدی یک زنجیره تا انتها این بافت ما دیگه تکرار هست تا اینکه برسیم به انتهای رج خب پایه آخر که زدیم یک پایه توی این قسمت پایه کوتاهامون یک پایه از ابتدا رها میشه و روی سر پایه بعدی پایه کوتاه میزنیم پایه بعدی و دوباره این پایه های حلقه بعدی تا انتها بافتم این پایه های برجسته از زیر تا انتها روی تمام این پایه بلندام زدم تا باز رسیدم به انتهای رج به انتهای رج رسیدم روی این دو پایه کوتاه رج قبل وسط این دو پایه کوتاه من یک بست میزنم که رجم بسته بشه باز یک بست دیگه میزنم این اولین خونه از این پای بلندای برجسته ای که توی رج قبل زده بودی یک بست هم این قسمت میزنم به صورت پای کوتاه باز توی این پایه بعدی باز یک پای کوتاه میزنم سه تا زنجیره یک دو سه و توی همین خونه یک پای کوتاه دیگه میزنم یعنی یک پایه از ابتدای بافتم رها شد باز توی خونه بعدی یک پایه کوتاه ابتدا میزنم سه زنجیره دو سه و توی همین خونه یک پایه کوتاه دیگه میزنم باز توی خونه بعدی یک دو سه توی همین خونه یک پایه کوتاه توی خونه بعدی پای کوتاه یک دو سه سه زنجیره و توی همین خونه یک پای کوتاه این سه زنجیره رو بست می کنم به این قسمت باز خونه بعدی یک دو سه یک پای کوتاه یک دو سه چهار پنج و باز این خونه بعدی یک دو سه و یک پایه کوتاه یک دو سه چهار پنج شیش ما شیش تا پیکوت روی از این پایه ها داریم یک پایه هم از ابتدا و یک پایه از انتها یک خونه از ابتدا و یک خونه از ابتدای بافت ما کم شد خب بدون اینکه روی این پای کوتاه ها بافتی انجام بدیم میریم این قسمت حلقه های بعدی توی این خونه اولی توی این خونه اول یک پای کوتاه بست میکنیم قبلش یک زنجیره میزنم و الان توی این خونه اول یک پای یک کوتاه یعنی این بین ما باید یک با یک کوتاه داشته باشیم باز خونه بعدی یک با یک کوتاه یک دو سه زنجیره تو همین خونه بست میزنیم خونه بعدی یک دو سه بست میزنیم شیش تا از این خونه ها رو ما باید به این روشی که میبینید روی سر هر کدوم یک پیکوت بزنیم دو سه خونه بعدی یک دو سه و این خونه آخر ابتدا یک پای گودا یک دو سه و بست میزنیم یک دو سه چهار پنج شیش شیش تا پیکوت زدیم یک زنجیره میزنیم روی این پایه, ها... پایه های وسط گفتم هیچ بافتی انجام نمیدیم و میریم سراغ این پایه بلندای درون حلقه توی این پایه اول ما یک پایه کوتاه میزنیم باز میریم توی خونه بعدی هم یک پایه کوتاه میزنیم سه زنجیره و این بافت رو تکرار میکنیم تا انتهای وجه به انتهای رج که رسیدیم روی سر این پایه ابتدایی بست میزنیم یک زنجیره و نخو این قسمت کات میکنیم خب بافت ما تموم شد یک بافت بسیار زیبا و خاص امیدوارم که ببافین و از بافتش لذت ببرین تا یک آموزش دیگه که باز در خدمت شما باشم همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم